صدای بند آمدن نفس آب در بسیاری از شهرهای افغانستان به گوش می رسد، این روزها کم آبی صف دیگری را به صف مردم افغانستان افزوده است. کمبود آب آشامیدنی و کاهش شدید سطح آبهای زیرزمینی زنگ خطر را درباره بحرانی شدن وضعیت آب به صدا درآورده است و وضعیت آب در کشور در حال تغییر است. کابل شهر با جمعیت بالا با وجود دشواری‌های دیگر حالا بحران بی‌آبی را نیز تجربه می‌کند و در آستانه کمبود شدید آب است. این روزها موضوع کمبود آب خبرساز شده، اینجا صف طولانی آب در کنار یکی از چاه‌ها در غرب کابل است و به نظر می‌رسد که کمبود آب چهره زشت و بیرحم خود را به نمایش می‌گذارد و این نمونه از بحران آب در افغانستان است. درد نبود آب را می توان اینجا در غرب کابل دید. اینان کسانی هستند که دشواری‌های فراوانی را برای به دست آوردن آب برای نوشیدن متحمل می‌شوند و از بام تا شام در پی به دست آوردن یک یا چند بشکه آب هستند. مفتی ها 20,000 روپه بدید، ما یک ساله باز قدیما قرار داشتیم. خب ما که توری 20,000 روپه بیتیم، بعد از اینکه یک سال تر شد تو باز همی برنامه رو سری ما میدید که باز 20,000 روپه بیتیم. یعنی تقریبا فکر که از پار سال از ماه آشورا، از ماه آشورا تا حالا ما بیا هستیم. آو درست است، یعنی میکنه، حتی در نل نمیرسه. یعنی مال ما خود ما قصد داشتیم که بریم ما اونجا کراچی بریم در ملاین استاشیم. همین مردم تا درگش تا نزدیک شام منتظری ها هستن. در بعضی کسا دو بشکه میرسه، در بعضی کسا یک بشکه میرسه، در بعضی کسا نمیرسه. ما این مشکلات داریم. میگویند با وجودی که به شبکه آبرسانی پول هم تحویل کردن، اما از آبرسانی خبری نیست و اینان اجازه حفر چاه‌ها را هم ندارند. از شبکه آبرسانی داشت که پوله های ما را چندین سال گرفته بود، قطع کردن، ندادن. بعدا اینمینجی صد خانه، تخمین صد خانه، صد یک خانه، اینمینجی هستیم. پولی بیوه، بیچاره، یتیم، مظلوم، آب نداشتیم، جمع کردیم، اینمی را به پولی شخصی اینمی جی چا زدیم و بعدا اینمی آب بر آمدن، اینمی جی ای آب جریان کردن. و جوازی از محیط زیست هم گرفتیم، از آب و برق هم گرفتیم، از وزارت تجارت هم امر گرفتیم، از تمام ارگانهای دولتی طبق قانون مقررات دولتی تکمیل کردیم. فقط برای چند متر یا 10 متر یا 8 متر که میخواهیم که پایپ اهالی قریه از اهالی کوچه به یک کوچه دیگه انتقال بده، این را نایم ما را نمیمانند. دیمی مشکلات بیابی سردوچار بودیم که ما رفتیم در وزارت آب و برق عرضی امزی مردم محل بردیم که اجازه یک چا بیدیه برادر بود که بدون شرکت در مردمی جواز داده نموشه. آنچی نگرانی ها را از کاهش منابع آبی بسیار جدی ساخته است، برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی و حفر چاهای عمیق است. حتی این معضل آبهای زیرزمینی را با خطر نابودی مواجه ساخته است. از یک سو سطح آب پایین آمده است، از سوی دیگر آبهای زیرزمینی آلوده شده است و مردم هم 90% نیازهای خود را از آبهای زیرزمینی برآورده می کنند. در بسیاری از چاه‌ها در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان سطح آب یا چند متر پایین رفته و یا خشکیده است و این موضوع سبب شده تا برخی ها حتی بیشتر از 6 تا 12 ساعت خود را در روز برای به دست آوردن آب صرف کنند. مدت 8 ماه میشه که ما آب نداریم. امروزه ایجا ساعت 6 صبح الی 9 شب مردم اینجا مراجعه میکنه برای او
دیگه 8 ماه میشه که ما همین تکلیف داریم به بحران یا قحطی آب مواجه هستیم. دیگه از مسئولین هم چندین بار تقاضا کردیم، هیچ کدامشون پاسخگو نبودن یا گفتن که امروز صبح کده تیر کردن گپه. و اینمیجا مرد، زن، پیر، جوان، هر کسی که هر روز اینجا مراجعه میکنه بسیار به تکلیف است. چندین ساعت طول میکشه که تا اینجا نوبت برسه به کسی. یک سر صف اینجا است، یک سر صف دو سه کوچه او طرفتر. دیگه شرکت هم که جوابگوی از این مشکلات نیست، میگه کمبود آب است. خب ما درست است کمبود آب داریم، ولی خب باید یک زمینه مساعد بسازن که همین مردم هم مشکلاتشان کمتر شوه. دیگه توجه نمیکنن وکیل صاحبا یا هر کس دیگه که در اینجا نقش دارن، تقاضا میکنیم که همین موضوع را پیگیری کنن، دیگه به مشکلات مردم رسیدگی کنن. مردم این سایه واقعا یک مردم فقیر، فقیر نشین هستن. توانایی مردم نمیکشه که هر روز آب خریداری کنه. ما خودم اینجا هر صبح ساعت 5 صبح اینجا میاییم تا ساعت 11 بجه نوبت به من میرسه، یک پیره او میبرم. دیگه بعد از ظهرش هم که تا ساعت 9 بجه اینجا باز میباشه. گذشته از همه حرف مهمتریه که اینمی مسئول اینمی همه بحران ها اینمی آبرسانی تایری هسته که 3000 مشترکین داشت. شمار خانه هایی که چای دوم آب حفر کردن افزایش یافته است و برخی خانه هایی که از آب شهری استفاده می کردن نیز با کم آبی روبرو شدن و مدت زمان توزیع آب شهری نسبت به گذشته کم شده است. قبلنا که بو او سطح او بالا بو، خب بو مردم که شاگردی راحت میتونست بکنه، بسیار با یک اوسایی و راحتی میتونست که کشاورزی کشت کشاورزی خور بکنه. نسبت به قبلانا در سطح آب تقریبا 12 متر رسیده به 18 متر، یعنی سطح آب خیلی پایین رفته. موش دلتا در اوبا در شخک در اوبا سر دیر در مشکل سر رو برویو. دلتا چانان و پر 12 متر 12 متر بندی اوبا در ودلی و ساقه اوبا و روی کسولی اولاری 15 متر 15 متر تا ولاری. بر اساس آمار جهانی، افغانستان با میزان بارندگی 327 میلیمتر در سال در رتبه 153 از لحاظ سرانه بارندگی و نزولات آسمانی قرار دارد. افغانستان با داشتن 5 حوزه دریایی، 25 دریای بزرگ و بیش از 100 دریای کوچک، سالانه از 75 میلیارد متر مکعب آب خود صرف 20 میلیارد متر آب آن را استفاده می کند و بقیه به کشورهای همسایه به طور رایگان جریان می یابد. با وجودی که افغانستان از لحاظ منابع آبی غنی است، ولی نبود سیستم و مدیریت یکپارچه منابع آب، نبود سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری بزرگ در این بخش، وجود جنگ‌های طولانی، نبود افراد متخصص و زمینه گسترش حوزه آب باعث شده که این کشور نتواند از منابع آبیش به طور درست بهره‌مند شود. مصرف فعلی آبها او الکس آبهای زیرزمینی به این روی کشت و کشتای قرقابی و به پیمانه به شکل وحشتناکی داره. با مجموع که در افغانستان طول لوی خارون پاک و بوت دلسترسی پر برخه که جدی مشکل سر مخدی و دقا مشکلات کال پا کال دور هم تجدید کی یا امده علت داده چی دزمک لاندی و بو سطح کال پا کال خکت ازی او که یواز من کابل پا نظر که اونیسو پتی روشل کنونو که حتی در کابل دست سیمی هم شتا چال تا پینزویشتونه تر دیرشو مترو پوری ده بو سطح چه ده کت تلیه ده یا ویلات داده چه نفوز زیاد سوه ده و کلی چه نفوز زیاد سی تاوان نو بود تقاضا هم زیادی یا بل ایلات چه ده ده اقلیمی تغییرات و منفی تاثیرات ده چه نیواز افغانستان بلکی طول نره ور سرمخ ده یاو دی اقلیمی تغییرات و یاو امده عمل منگا تاسو امده او ساملان تجربه کهو چه پتی رو تری کنونو که با افغانستان که وچکالی ده و پا کافی اندازه و رختونه و نسول نو دغا وضعیت و ده نفوس زیادواله ده پو بو بان فشار زیادوی یاو کلی چه پو بو بان فشار زیاد سی و دزمک لندوی و بو سطح کت زی. آب زیرزمینی
تقریبا 99% کل آب نامنجمد کره شمالی را تشکیل می دهد و با این حساب حدودا 90% آب آشامیدنی مردم در افغانستان از آبهای زیرزمینی تامین می شود. تغییرات اقلیمی، خشکسالی های متواتر و استفاده بیش از حد از منابع آب افغانستان را از منظر آب آشامیدنی به مرحله بحران قابل نگرانی رسانیده است. بزرگترین حوزه های آبی افغانستان، حوزه دریایی پنجامو، حوزه دریایی شمال، حوزه دریایی مرغاب هریرود، حوزه دریایی هرمند یا هلمند و حوزه دریایی کابل. هرچند افغانستان یکی از کشورهایی است که از نظر آب شرب منابع وافر در اختیار دارد و در صورت برنامه ریزی و مدیریت مؤثر می تواند نیازهای آنی و آتی خیش را مرفع سازد. ولی با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان برای مدیریت آبیش نیاز به همکاری جامعه جهانی دارد. خاطر مقابله با چالش های برخواسته از کمبود آب در ابتدا دولت ها مسئول هستند. دولت ها باید با طرح برنامه های جامع باید منابع آب توسعه باید بدن و فضایی را ایجاد بکنن که مردم از آب موجود استفاده درست باید بکنن. جلو آلودگی آب باید بگیرن. جلو استفاده بی‌رویه از منابع آب باید بگیرن. جایی که با کمبود شدید آب مواجه است مثل پایتخت کشور ما اجازه نباید داده شود به کارخانه ها که آب آلوده بسازن یا آبای زیرزمینی را استخراج بکنن. امروز در شهر کابل ده ها شرکت فعالیت داره که فعالیتش اقتصادی است، انتفاعی است. یکی از مشکلات جدی فراراه حکومت جدید افغانستان هم همین موضوع مدیریت آبهای کشور است و برای مدیریت آبها منابع مالی نیاز است که به نظر می رسد این حکومت در کوتاه مدت قادر نخواهد بود تنها آب آشامیدنی صحی را به تمامی مردم افغانستان فراهم کند. وزارت آب و انرژی برای حل دائمی و پایدار مشکل آب ولایت کابل تأمین آب سطحی از مناطق مجاور را برنامه ریزی کرده است که نیاز به سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی دارد. با این اقدام نه تنها از استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی جلوگیری می کند بلکه برای مصارف مختلف در شهر کابل نیز استفاده خواهد شد و در این راستا وزارت آب و انرژی پروژه های مهم زیر را در نظر گرفته است. به طور مثال پروژه آب رسانی پنشیر کابل، بند ذخیروی شاتوت لالندر، بند ذخیروی و تولید انرژی برق شاه و عروس، پروژه ابرسانی و تولید انرژی برق باغدره. نو د دې لپاره تدابیر پکار دي په لویه سطحه باندې. اول دا چې مونږ باید په لویو ښارونو کې چې کوم بلخوا ظرفیتونه شته، مثلا کابل ښار ته وګورو، د شاواروز بند او شاتوت بند باید په دې باندې کار وشي تر څو مونږ وکولی شو چې په کابل ښار کې درې نیم میلیونو وګړو لپاره مونږ د څښاک اوبه برابرې کړو. په دوم قدم کې اوږدمهاله پروګرامونه څنګه مونږ کولی شو چې د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړو د مختلفو طریقو نه چې هغه د مثلا حالا بحران کم آبی به یک جای محدود نمانده است. قربانیان آن روز به روز بیشتر می شود. حالا هر چی زمان می گذرد نه تنها این بحران حل نمی شود بلکه روز به روز وخیمتر می شود و در کشورمان به سمت پرتگاه سقوط در حال حرکت است. بسیاری از مردم حالا چشم به کمک های جامعه جهانی دوختند، زیرا در بیش از 1.5 سال گذشته در بخش های مختلف به ویژه در تأمین دوا و غذا نهادهای بین المللی فعال بودند، اما در قسمت تأمین آب آشامیدنی کمتر توجه شده است. از این رو مردم از نهادهای جهانی می خواهند که افغانستان را برای بیرون کشیدن از بحران کم آبی کمک کنند. نه بس دغه غواړو چې د سانان نه لرو، سانان وکړو، رود د اوبو وړو مریضان کېږي، سانان باید مفته وکړل شي.
یک در دریه او نداره بر سرکایش خراب است او کمبوتی است صحیح او نیست مردم بسیار مشکلات موجه است آب دریاست تمام مردم از استفاده میکنند آب است که تمام لطه میشن هرچی میشن آب مکروب است تمام اطفال مردم همه احسال شدن همه گی مریض دارن بحران کم آبی این روزها در کشورهای جهان به اصلی ترین بحث تبدیل شده است اما در افغانستان به دلایل گوناگون به این بحران کمتر توجه شده است دستونز دی حل دی سطحی و بود کنترول و دی زیرزمینی و بود تغذیه لپاره در افغانستان اسلامی امارت و بود انرژی وزارت دی یوشمیر وړو بندونو و چکتیمونو پروژه پلار بنده چولی دی او هم دی اوبو دی استعمال دی کنترول په حق را دی عمی عامه پوهاوی لپاره هم دا اوس پلانونه په لار اچولی دی او عملا کار دوام لري مردم بخصوص در شرایط موجود که اداره با بحران مواجه است با چالش جدی مواجه است با برنامه درست نداره در انزوا به سر میبره دولت منابع کافی بر استفاده است منابع آب و مدیریت آب و مهار آبها نداره دیجا مسئولیت مردم بسیار بسیار سنگین است اینا باید خودشان تا جایی که ممکن است برای آینده خود باید فکری باید بکنن در شهر کابل به عنوان مثال با صرف ده ها هزار دلار مردم خانه می سازن اما این را هم باید فکر بکنن که حداقل آبای فصلی را در خانه خود بارانهای فصلی را بارانهای زمستانی را بارندگی های زمستانی را بارانهای فصلی و بهاری را چطور کنترل بکنن هر خانه که 300 متر مربع است یا 600 متر مربع است در شهر کابل اگه اینا همین بارانهای فصلی را به شکل درست مدیریت بکنن یک ذخیره جور بکنن آب باران نمانن که به سیلاب تبدیل شود اینا میتونن بخشی از این آب به خاطر حفظ سرسبزی محیط اطراف خود استفاده بکنن اکثر نقاط افغانستان در سالهای بعد از 2000 میلادی شدیدترین و طولانیترین خشکسالی‌های تاریخ خود را تجربه کرده است. با باور کارشناسان محیط زیست، خشکسالی در اثر تغییرات اقلیمی در افغانستان شدیدتر شده است. در حدود 70% از زمین را آب تشکیل می دهد که 3% آن شیرین و 1% آن در دسترس انسان ها قرار دارد. با میزان مصرف فعلی آب تا سالهای 2025 نه تنها 2/3 جمعیت جهان به قلت آب مواجه می شوند بل اکوسیستم های جهان نیز متضرر خواهند شد. با باور بسیاری ها جاگزین سیستم های برقی به بادی و آفتابی سیستم های آبیاری قطره‌ای تا جای مؤثر واقع گردد مهمترین منابع آبی افغانستان عبارتند است آبهای بارندگی از قبیل باران، برف، ژاله، آبهای سطحی جویها، دریاچه ها و دریاها، بندها و حوضهای طبیعی و مصنوعی، یخچالها، کوهها و قله‌ها تنها امیدی که برای مردم باقی مانده است، امین آبهای ناکافی زیرزمینی است، زیرا دسترسی به آن آسان تر است. حالا که این آب هم در حال کاهش است و نگرانی ها از این بابت بیشتر شده است. با این حال، رودخانه هایی که روزگار از هجوم سیلاب و آب چشمه ها آرام نداشتند، اکنون شاهد چرخ بادها و طوفان ها هستند. مردم در برخی از مناطق کشور به ویژه در غرب با خشکیدن آب از مناطق اصلیشان بیجا شده و خانه و کاشانه ایشان را رها کرده به مناطق دیگر کوچ کرده اند. بیشتر مردم در مناطق دوردست کشور حتی به آب ناپاک دسترسی ندارند و آب مورد نیازشان را از مناطق دیگر با دشواری فراهم می کنند. استفاده از آبهای غیر صحی، پیامدهای ناگوار صحی هم در کشور داشته است.
یقینا ناپاک او بچی دی هغه ډیر زیات ناروغي لپاره یو ذریعہ او هغه مین فیکٹر د چي دغه په توسط سره یا کنټامینیټډ واټر چې ورته وي ککړی او بچی دی هغه د بکتری ناروغي لپاره د ماشومان ناروغي لپاره د یو اساسي فاکتور جوړیږي. د همدې لپاره موږ وخت په وخت باندې صحت محیطي چې موږ مربوطه اداره د ارتقاء صحت اداره ده کله چې عامه پوهاوی تر سره کوي په دغه ټولو باندې هیوادوالو ته معلومات ورکوي. د دې په توسط سره دغه معلومات په توسط سره موږ کولای شو چې هغه ټول ستونزې چې د ناروغي لپاره را زمينه سازي کوي يا فاکتورونه دي دغه څخه مخنيوي وشي. این در حالی است که افغانستان برخلاف همسایگانش جریان و منابع آب کافی در اختیار دارد و کوههای هیمالیا ذخیره برف خوبی را فراهم می آورند که حتی با بدگمان ترین پیش بینی های اقلیم شناسی نیز تا 50 سال آینده همچنان افغانستان وضعیت به مراتب غنی‌تر از همسایگانش خواهد داشت. افغانستان دچار ناامنی آبی است، اما نه به دلیل کمبود منابع آب، بلکه به دلیل عدم دسترسی جمعیت و بخش‌های اقتصادی به منابع آب موجود کشور. اینکه جمعیت قابل توجه در شهرها و روستاهای افغانستان فاقد سیستم لوله‌کشی شهری آب کافی و قابل شرب هستند می تواند امنیت و سلامت جامعه را به خطر اندازد. اینکه دهقانان به دلیل فقدان ساختار آبی دسترسی مؤثر به منابع آب در فصل کشت ندارند، ناامنی غذایی، بیکاری و بحران‌های اجتماعی اقتصادی را در افغانستان موجب می‌شود.